بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله الحجة ابن الحسن فداها أرواح العالمين، واللعن الدائم على أعدائهم أبد الأبدين ودهر الداهرين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليهم وعلى آبائهم. في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتع فيها طويلا. يكي از مباحثي ك مناسب مطرح بشه در سلسله بحث های فقهی که در حال مطرحه این مطلب و این بحثه که در بحث صلات مسافر تحدید به چیه، یعنی اون چی که از روایات استفاده میشه با عنوان تحدید، آیا مسافت شرعیه یا وقت، به معنای اینکه وقتی که این مسافت رو میبرد، چون در روایات هر دو مطلب آمده، یعنی هم صحبت برید شده و فرسخ شده و هم صحبت مسافت بیاض یومن شده. ما باید ببینیم اصل چیه در این مقام، آیا اصل برید و مسافت یا اصل زمنه، چون که فرق میکنه. اگه ما گفتیم اصل زمنه، حالا اگه انسان 1000 کیلومتر هم سفر بکنه به 1 ساعت با پرواز، این سفر حساب نمیشه سفری که با اصل قصر بشه. و این غیر از بحث حد ترخصه که خفیت الجدران و خفیه الاذان، اونجا از وقتی که میتونی روزت رو بشکنی و میتونی نمازت رو شکسته بخونی رو بیان میکنه که اونجا هم صحبت داره، حالا کار نداره. اما اینجا صحبت اصل سفر، عنوان مسافر که باعث میشه انسان، که لازم است انسان اگه عنوان برش منطبق بشه نمازش رو شکسته بخونه، چیه یا به چیه؟ آیا به مدت سفره یا به مسافت سفره؟ بله، عده ای از علمای معاصر آمدن و فرمودن که به مدت، که مسیرت یومن باشه، بیاض یومن باشه. و می فرمان که این در حقیقت تحدید شرعی به اینه، ولی مشهور قریب به اتفاق ظاهراً مسافته نه زمان. و اگر انسان روایات رو ببینه این مطلب رو به دست میاره در حقیقت، که اون بیاض یوم رو هم که فرمودن برای بیان مسافته، چون عادتا در بیاض یوم اون مقدار مسافت طی میشه. بلکه از بعضی از روایات میشه استنباط کرد که اون معنا، معنای زمان اصلا نفی شده، یعنی ظاهر بعضی از روایات اماته اون معناست، یعنی در حقیقت در نقطه مقابل اون معناست و هدم میکنه اون معنا رو، که اون مراد نیست و تحدید به اون نیست. توجه فرمودین؟ مرحوم آیت الله احمد خونساری علی الله مقامه در این بحث که وارد میشن فرمان بله مسافت و وقت یه خورده صحبت میکنن پیرامون میل و فرسخ و اینجور مسائل، و چون که جهت لغت اختلاف هایی هست بین لغویین در بیان اون معنا. اما بحث 24 چند فرسخ؟ 8 فرسخ. بحث 8 فرسخ ظاهرا مشکلی نداره، یعنی از جهت فتواشون نمیخوان اشکال بگیرن، میگن این شهرت داره این بحث. گرچه انسان اگر روایات رو ببینه شاید یه مقداری در بعضی از جاها یه مقداری مطلب حالا یا گنگ باشه یا تعارض داشته باشه از جهت ظاهر، یعنی ظاهر بدویش تعارض داشته باشه با اون چه که فقها فتوا میدن.
حالا اون رو کار نداریم. مصب بحث ما این مطلبه که آیا قصر بسته شده به مسافت یا به زمان سفر. حالا روایت رو یک ملاحظه‌ای بفرمایید. روایت رو که عرض کردم روایت هم زیاده اینجا. مثلا در عیون اسفضل بن شادان نقل شده در حدیث محض الاسلام و التقصیر فی ثمانیت فراسخ و مازاد و اذا قصرت افطرت. تو که تقصیر میکنی روزت هم باید بخوری. در تهذیب آمده از محمد ابن ابی عمر عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابی عبد الله علیه افضل الصلاه و السلام قال سألت عن التقصیر فی الصلاة فقلت له ان لي ضيعه قريبه من الكوفه وهي بمنزله القادسيه. یک باغی دارم نزدیک کوفه است، فاصلش تا کوفه مثل قادسیه است. به کوفه القادسیه شاید جای مشهوری بوده. فربما عرضت لي الحاجه انتفع بها او يضر للقعود عنها في رمضان فاكره الخروج اليها لاني لا ادري اصوم او افطر. فقال لي فاخرج واتم الصلاه وصم فاني قد رايت القادسيه. قادسیه مثلا خیلی دور نیست. فقلت له فی کم ادنا ما تقصر الصلاة فی. قال جرت السنت ببیاض یوم. سنت بر چیه؟ سفیدی یک روز. فقلت ان بیاض یوم یختلف. چرا؟ روزای تابستون با روزای زمستون چه فرقی داره؟ تابستون طولانی تره دیگه. ان بیاض یوم یختلف فيسير الرجل 15 فرسخا في يوم ويسير الآخر 4 فراسخ وخمسة فراسخ في يوم. فقال إنه ليس إلى ذلك ينظر. أصلا مصب نظر این مطلب نیست، این که بیاض یوم داریم میگیم این نیست. اما رأيت سير هذه الأميال بين مكة ومدينة ثم أومى بيده 24 ميلا تكون 8 فراسخ. پس حضرت در این روایت چیکار میکنه؟ نفی میکنن بیاض یوم رو که به عنوان تحدید باشه. تعبیر عرفی سفیدی یه روز، یعنی یه روز. آقا اختلاف داره؟ نه. منظور از بیاض یوم چیه؟ هم 24 فرسخ، چون که عادتاً 24 فرسخ، ببخشید 8 فرسخ رو در یک یوم طی میکنه. بله بله. پس ببین اینجا دارن حضرت بیان میکنن تحدید به چیه؟ به مسافته نه زمان. انا ابی عبدالله علیه السلام در کتاب استبصار فی التقصیر قال حده 24 میلا. حد تقصیر چیه؟ خیلی صریح دیگه روایت 24 میل. وقتی اینجاست که مرحوم آس احمد خونسر علی الله مقامه میان صحبت میکنن در کتب لغت و بحث میکنن که میل یعنی چی و چقدر، لذا اختلاف میشه. لذا میبینید فتاوای بعضی فقها اختلاف داره دیگه از جهت کیلومتر، از میگن 22.5، بعضی میگن 24، بیشتر کمتر و حل مجر. حضرت رضا علیه السلام در تحف این روایت فی کتاب الامام و التقصیر فی 4 فراسخ برید داهبا و برید جائیا که 12 میلان میشه و اذا قصرت افطرت. در یک روایت دیگه از حضرت در تهذیب از حضرت باقر علیه الصلاه و السلام قال سألت عن التقصیر قال فی برید. قلت برید؟ قال اذا ذهب برید انه اذا ذهب بریدا و رجع بریدا شغل یومه. یه برید بره یه برید برگرده میشه 4-8 فرسخ دیگه، روزش میره. خب این روایت ایماع داره به چی؟ که انه برید فدای یوم بشه، ولی نه اینجوری نیست. او یومه که فدای برید میشه و در حقیقت یوم تعبیر عرفی گفتن، وگه تحدید
حده هش فرسخه، حدش اونه. در تهذيب باز اسماعيل بن الفضل سألت أبا عبد الله عن التقصير، قال في أربعة فراسخ. باز قلت لأبي عبد الله عليه السلام كم أدنى ما يقصر فيه المسافر؟ قال بريد. باز در تهذيب إسحاق بن عمار قلت لأبي عبد الله في كم التقصير؟ قال في بريد. ويحهم، كأنهم لم يحجوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله فقصروا. وای بر آنها، انگار با رسول الله به حج نرفتن. خب رفتن رسول الله تقصیر کردن، چرا سنی ها تقصیر نمی کنن؟ سنی ها تقصیر نمی کنن دیگه. از خلاف بین ما و سنی ها اینه که سنی ها تقصیر ندارن در نمازشون در سفر. خب برید چقدره؟ قلت لابی عبدالله فی کم مقصر صلات؟ قال فی برید. الا ترا اهل مکه اذا خرجوا الى عرفه کان علیهم التقصیر؟ این اهل مکه وقتی میرن به عرفات تقصیر میکنن. بازی حدیث از تهذیب عن عمار بن موسى عن ابي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يخرج في حاجتين فيسير خمسة فراسخ او ستة فراسخ فيأتي قرية فينزل فيها ثم يخرج منها فيسير خمسة فراسخ او ستة فراسخ، حذفه لا يجوز ذلك ثم ينزل في ذلك، لا يجوز ذلك ثم ينزل في ذلك الموضع، فقال لا يكون مسافرا حتى يسير من منزله او قريته ثمانيه فراسخ بل يتم مسافر. اگه دو تا شهر داره، یه زن این ور داره، یه زنم فرض کن شاندیس فرض کن داره، نه شاندیس ترقبه داره، از کجا حساب کنه هش فرسخ؟ از اینجا رفت اونجا، میگه نه این دیگه تراش بود دیگه، باید از اونجا که بره هش فرسخ بشه ذاهبن و آیبن. پس ببین باز تحدید به فرسخ. نه بره و بیاد، یا بره یا بره و بیاد، آقایون میگن اشکال نداره بره، یعنی منظورش سفرش بشه، چون که اون روایت تفسیر میکنه، میگه برید ذاهبن برید جایین کل حاکمه به نسبت لهذه الروایات. سأل زکریا ابن آدم ابو الحسن رضا علیه السلام عن تقصیر فی کم، در کتاب فقیه، یقصر رجل اذا کان فی ضیاء اهلی و امره جایز فیها یسیر فی ضیاء یوما و لیلتین و ثلاثه ایام فکتب التقصیر فی مسیر یوم و لیله، که اینجا باز فرمودن مسیر یوم یا مسیر یومین در بعضی از روایات آمده. اما باز این تعبیر عرفیه، ولذا در یک روایتی هست انما وجب التقصیر، روایت ابن شادانه، من باب علت التقصیر الصلاه، قوله علیه السلام انما وجب التقصیر فی ثمانیه فراسخ لا اقل من ذلك ولا اکثر. پس تحدید به چیه؟ به فرسخه، لان ثمانیه فراسخ مسیره یوم للعامه والقوافل والاثقال، فوجب التقصیر فی مسیره یوم. این روایت البته مقداری بازم ساز مخالف میزنه، به اعتبار چی؟ به اعتبار اینکه حضرت میفرمان هشت فرسخ، به اعتبار اینکه قوافل و مثلا شطور و اینا این مسیر یومشونه، مسیر یومشون چقدره؟ هشت فرسخه. ولی ببینید با این حال این روایت چیه؟ داله بر چه مطلبیه؟ فرسخه دیگه. یه حدیثی هست که خیلی صریحه در تهذیب. ثم قال ابي كان يقول ان التقصير لم يوضع على البغله الصفواء، تقصیر بر بغله چیز چی میگن تیسپا گذاشته نشده، و دابه ناجیه اون دابه ای که سریع میره، و انما وضع على سیر القطار، بر چی گذاشته شده؟ بر سیر چی؟ قطار، قطار یعنی چی؟ نه این قطار،
قطار فلك. احسن، قافله یعنی بر راه رفتن مرتب. وقتی گفتن یک روز یعنی راه رفتن، نه اینکه این تیسپا سوار بشی. توجه فرمایید؟ پس معلوم میشه مسافته. توجه فرمودین؟ مسافته، نه اینکه یومه. انما الکلام فی المسافه. خلاصه به ذهن میرسه بعد از ملاحظه اخبار که مصب تقصیر و موضوع تقصیری که در روایات آمده که لازم است تقصیر بشه، موضوعش مسافته، نه موضوعش یوم و لیله باشه. و اگر چنانچه ظاهر بعضی از روایات اون باشه، ظاهر بعضی دیگری از روایات یک چیز دیگر. مثلا از روایاتی که ظاهرش اونوره، این روایته. چند تا روایته. عن ابي عبد الله عليه السلام در کافی، ان رسول الله جعل حد الاميال من ظل عير الى ظل وعير. حد اميال سایه این کوهی که اسمش عیره و هما جبلان بالمدینه. سایه از اون ور به اینجا بشه، این مسافت، و هما جبلان بالمدینه. فاذا طلعت الشمس وقع ظل عير الى ظل وعير وهو الميل الذي وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم التقصير عليه. پس دارن تهدید میکنن، حالا عیر چیه و عیر چیه، کجاست، ما کار نداریم. تهدید به چی شد؟ خب این عیر و عیر یک کسی میدوه، یک کسی چیکار میکنه، راه میره، یک کسی با اسب تیسپا. تهدید به عیر و عیره، به مسافت بین کوه، فرض کن نیشابور و کوه یک جای دیگه، بین ترقبه و شاندیزه، بین ترقبه و شاندیز، فرض کن اینجوری، بین قادسیه و کوفه، بین کربلا و فرض کنین فلانجا حله، این تقصیر. پس تقصیر به رسول الله وضعه، رسول الله فرمودن. به چیه؟ یعنی من فرض نبیه. به چیه؟ به مسافته. ایر و عیر یوم و لیله که نیست دیگه، مسافته دیگه، دو جاست. نه نه، مثال برای مسافت بخواستم بیارم، حد المسافه. البته مرحوم آیت الله احمد خونساری در این روایت خود صحبت دارن، میگن فاصلش بیشتره کمتر، حال کار نداریم. ما بحثمون اینه، تحدید مسافتی است یا زمانی است. خلاصه بعد از رؤیت این روایات به نظر میاد که میرسه که تحدید مسافتی باشه، نه تحدید زمانی باشه. الان روایت آخری که فهمیدین اونجا، یعنی مسافت رسول الله معلوم کردن به هر نحوی رفت. بله 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 بله، هر مقدار زمانی طول کشید. بله. روایت دیگه میگه نه، حالت پیاد عادی 8% کشید. بله، یعنی زمان مطرح نیست. سواره و پیاده. بله، اون چی که مطرحه مسافته. پیاده میخوای بری، با اسب تیسپا میخوای بری، مسافته. ببین اصلا سفر به بحث مسافت بیشتر میخوره. اصلا عنوان سفر به چیه؟ طی مسیر. شما خیلی یواش راه بری یا خیلی سریع راه بری، اینا نیست. مسیر یعنی مسافته، چقدر دور شدی. این بیشتر میخونه با عنوان سفر. توجه فرمودین؟ حتی در تحدید چیز، در تحدید شروع قصر صلات به چیه؟ به مسافت دیگه، دا خفیت الجدران و خفیت الاذان. به زمان نیست، به مسافته. پس ما باشیم و این روایاتو که معتقد به فهم فقهای اغلب فقهای طائفه هست، اغلب قریب به اتفاق فقهای طائفه هست، به نظر میرسه که سفر، تحدید سفر تحدید مسافتی است، نه تحدید زمانی. البته در مسافت یک روایتی خوندم جالب بود، میگفت آقا من رفتم و اینا و
خواستم برم ولی نرفتم و برگشتم و ولی نمازم رو شکسته خوندم. حضرت هم همه نمازهای شکسته چون که سفرت نشد، رفته بود بیرون، یوم هم بیشتر طول، بیشتر از یوم طول شد ولی موند و ویساد و برگشت و اینا. حضرت همه این نمازها رو باید قضا کنی، نماز کامل بخون چون که سفرت نشد. آره اگر پیدا کنم این روایت، روایت جالبه بود، نمیدونم چرا علامت نزدم، اینجا خوندم یا کتابه. بله اینه، این الله ملاحظه کنین. انا ابی الولاد قلت لابی عبدالله علیه السلام انی کنتو خرجتو من الکوفه فی سفینتن او قصر ابی هبیره و هو من الکوفه علی نحو 20 فرسخن فی الماء، از فرات استفاده کرده. فصرت یومی ذالک و قصر الصلاه ثم بدالی فی الرجوع الی الکوفه، داشتم میرفتم خواستم برگردم. فلم ادری اصلی فی رجوعی بتقصیرم به تمام و کیف کان کانیم بقیه نسنا. فقال ان كنت سرت في يومك الذي خرجت فيه بريدا فكان عليك حين رجعت ان تصلي بالتقصير لانك كنت مسافرا الى ان تصل الى منزلك. وان كنت لم تسر في يومك الذي خرجت فيه بريدا، بريد مدو يعني چی؟ يعني بيك، بيك. فان عليك ان تقضي كل صلاه صليتها في يومك ذلك بالتقصير بتمام، تقضي بتمام من قبل ان تأم من مكانك ذلك لأنك لم تبلغ الموضع الذي يجوز فيه التقصير. بس كجاس زمان نيس، موضعه محله، مثل عير وعيره تاجو فرمودين. حتى رجعت فوجب عليك قضاء ما قصرت وعليك إذا رجعت أن تتم الصلاة حتى تصير إلى منزلك. واضح شو؟ بنظرتن هم جولة يا دقيقة مشهور رو خیلی چیز نکنید. خود روایات، البته در بحث صلات و مسافر بحث زیاده، یکی از بحث سای مهم که به نظرم ما باید مطرح کنیم، حالا ببینم برسم یک مطالعه بکنم و تحقیقی بکنم یا نه، مثلا فردا اگه خواستیم، بحث کثیر السفره. چون ظاهرا بعضی از آقایون میفرمان کثیر السفر این عنوان در روایات نیامده. اون عنوانی که در روایات آمده عنوان من شغله سفره، ولذا در بحث کسی سفر خیلی اختلاف هست بین فقها. حضرت آیت الله سیستانی است که اصلا که خیلی سخت گرفتن اینجا رو، حالا اونو باید بررسی بکن. حالا در هر صورت ببینین، ما منکر این نیستیم که در بعضی از روایات سفر رو فرمودن به زمان مثل بیاض و یومن و یا سفر یومن و لیله و اینا، اما باید ببینیم تحدید به چیه و کدام روایت شارح دومیه. اختلاف که نیست دیگه، یک روایت شارح دومیه، یک طائفه شارح دومیه. شاید در این وسط هم چند تا روایت رو نفهمیم، مشکلی نیست، مهمی که ما تحدید رو بفهمیم به چیه. و اون چه که یک در حقیقت اغلب فقها فهمیدن به نظر میرسه که همون صحیح باشه، موافق با ظاهر بلکه صریح روایات، بلکه روایاتی که حاکم بر اون روایات دومه، طائفه دومه. یعنی روایاتی هست که حضرت میگن نه منظور این نیست، منظور اونه، منظور مسافته. لذا ما باشیم و این روایات که از جامعه احادیث شیعه خونده شد به نظر اون میاد که مطلب همونیه که مشهور فرمونه. حالا مرحوم آیت الله از احمد خونساری هم تصریح کردن به این مسئله. ببینید باشه، اشاره باشه. خب خب حالا اجازه بدین
وأما وجوب القياس فيما لو سافر بمقدار 4 فراسخ وأراد الرجوع ليومه، وبعبارة أخرى وجوب القياس ب8 فراسخ ملفقة ذهابا وإيابا مع كون الإياب في ذلك اليوم فهو المعروف بين الفقهاء، بل عن الأماليل الصدوق أنه من دين الإمامية. بعض هناك روايات ما خلاف نخوندي تفسير شده اون روايات. سنه اصلا نماز نمیخونه، قصر نمیخونه. آره خلاصتا هیچ تشکیکی در این مسئله مرحوم آیت الله احمد خونساری با اینکه روششون اگر جایی برای بحث باشه مطرح بکنه هیچ تشکیکی در این مسئله نمی کنه. حالا به ذهنم یادم نمیاد که مرحوم آیت الله خویی در اینجا یک تشکیک خاصی داشته باشن. حالا تا بقیه بحث رو ببینیم که آیا ادامه بدیم این بحث صلات و مسافر و اون بحث دوم هم بیاریم، تحدید به خدمت شما ارشاد به این که آیا کثیر السفر تحدید میشه به کثرت السفر یا به من شغله السفر، چون من المحتمل اون شغله السفر میگن به اعتبار اینکه کثیر السفره و این حالا کارشون باشه باشه چه اهمیت داره، چون که زیاد سفر میکنه یعنی جهتی که این که کسی که شغلش سفره باید نماز کامل بخونه چون که زیاد سفر میکنه، ولی اگه کسی شغلش سفر نیست داره میره دانشگاه هر روز دانشگاه میره نیشابور، شغلش نیست، راننده تاکسی نیست، راننده کامیون نیست، شغلش در سفر، یعنی شغلش اونجاست، زندگیش اینجاست، این برش اطلاق نمیشه. یا اصلا بره کشاورزی شاندیز هر روز. باید ببینیم. صلی الله علی محمد و آله.